با مجموعه خبری ساعت 10 سلو و تلونیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. اعلام 16 عضو تازه کابینه سرپرست. تعداد زیاد اعضای جدید کابینه افراد تحریک طالبان نیستند. بعد از بررسی ها لازم دانسته شد که به خاطر خدمات در وزارتخانه های مسلکی ایفای وظیفه نمایند. رد حضور شبکه القاعده در افغانستان سوی طالبان. ذبیح الله مجاهد میگوید با تعهدات خود مبنی بر استفاده نشدن خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور پایبند هستند. انتقال برخی ساز و برگ های نظامی به بیرون از کشور. طالبان میگویند پس از سقوط حکومت پیشین بیشتر ساز و برگ های نظامی به بیرون از افغانستان انتقال یافتند. وزارت داخلی، وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی که وسایل و وسایل تجهیزات در ملی سرمایه داده به هر قیمت باندې چی باید امارت اسلامی د ګاونډي هیوادونو څخه بیرته ترلاسه کړي. و خواستها بر قطع گردآوری 10% محصول بر خدمات مخابراتی. من بهرام امان هستم. بر بنیاد یک فرمان تازه رهبری طالبان امروز 16 تن دیگر نیز در فهرست اعضای کابینه سرپرست اضافه شدند. تعداد زیاد اعضای جدید کابینه اعضای تحریک طالبان نیستند. در بین این فهرست کم از کم نام یک وزیر سرپرست از پنجشیر نیز وجود دارد. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که وزارتخانه های کابینه سرپرست بدرنگ خدمات عامه را در کشور آغاز خواهند کرد. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک نشست خبری اعضای باقی کابینه سرپرست را اعلام کرد. بیشترین چهره هایی که در کابینه تازه معرفی شدند از اعضای طالبان نیستند. حاجی نورالدین سرپرست وزارت تجارت از ولایت پنجشیر، حاجی محمد بشیر معین وزارت تجارت از ولایت بغلان، حاجی محمد عظیم سلطانزاده معین وزارت تجارت از ولایت سرپل، قلندر عباد سرپرست وزارت صحت‌عامه، عبدالباقی عمر معین وزارت صحت‌عامه، محمد حسن غیاسی معین وزارت صحت‌عامه، ملا محمد ابراهیم معین امنیتی وزارت امور داخله، ملا عبدالقیوم زاکر معین وزارت دفاع، نظر محمد مطمئن سرپرست کمیته المپیک، مجیب الرحمن عمر معین وزارت انرژی و برق، غلام غوث معین وزارت مبارزه با حوادث، محمد فقیر سرپرست ریاست احصایه مرکزی، حاجی گل محمد معین وزارت سرحدات، گلزرین کوچی معین وزارت سرحدات، ارسلان خروتی معین وزارت مهاجرین، لطف‌الله خیرخواه معین مسلکی وزارت تحصیلات عالی و نجیب الله رئیس انرژی اتمی همچون مقام‌های تازه در کابینه سرپرست گماشته شدند. اکثریتشان انشاءالله کادرهای مسلکی هستند. در موردشان تحقیقات خوب انجام شد. بعد از بررسی ها لازم دانسته شد که به خاطر خدمات در وزارتخانه های مسلکی ایفای وظیفه نمایند. ذبیح الله مجاهد درباره گفته های عمران خان نخست وزیر پاکستان مبنی بر ایجاد حکومت مشمول در افغانستان نیز واکنش نشان می دهد. په دې حد کې نه دي چې هغوی زموږ په داخلي چارو کې مداخله وکړي یا داخلي چارو کې موږ ته لارښوونې وکړي. دې حد کې نه دي. البته خیرخواهانه مشورې د ټولو هیوادونو څخه موږ د هغو نه استقبال کړی. در همین حال شماری از بانوان میگن که از عدم حضور زنان در کابینه تازه نگران هستند. زنان شامل از کابینه نشدن. زنان طالبان را گرفتن و هیچ شامل وظیفه نساختن. داشتیم که حداقل در این بخشش خانوما جای داشته باشن، نامشان وجود داشته باشه و کار و فعالیت بکنن، ولی قسمی که معلوم شد هیچ زنی هنوزم وجود نداره در کابینه و ما کلا ناامید شدیم از درس خواندن خود، از زحمت کشیدن خود کلا ناامید شدیم و فکر میکنیم دیگه عضوی از افغانستان نیستیم و ما را کلا به حاشیه کشیدن. همزمان با این وزارت امور داخله نیز شماری از چهره های تازه را در پست های کلیدی این وزارت گماشته است. طالبان حضور شبکه القاعده در افغانستان را رد می کنند و نگرانی های جامعه جهانی مبنی بر این که گویا شبکه القاعده در افغانستان پناهگاه های امن خواهند داشت به بنیاد می دانند. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور از جهان به تعهداتشان پابند است. این در حال است که در یک ماه پسین داعش مسئولیت حمله های را در کابل و ننگرهار پذیرفته.
با آنکه وزیر خارجه عربستان سعودی و سفیر فرانسه در کابل از احتمال فعالیت‌های داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که داعش در افغانستان وجود ندارد و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور دیگری کار گرفته نخواهد شد. ذبیح الله مجاهد رئیس کمیسیون فرهنگی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که برای مطرح کردن شبکه القاعده و داعش تبلیغات گسترده انجام می‌شود. تشویشونه زهراول سی په افغانستان کې بهرنی اتباسته یا د القاعده پر اړوند څوکسته د بیجای دي د تشویشونه د پروپاګاندا لپاره کیږي موږ په افغانستان کې د څوک نوینو چې د القاعده مربوط وي یا دلته وي دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري لنړی سره او امریکا سره هغه ژمنه دا چې موږ د افغانستان خاوره د هیچ اپوزیدم استعمال ته نه پریږدو. در کنار نگرانی ها از برگشت شبکه القاعده در افغانستان، در بیشتر از یک ماه پسین داعش مسئولیت حمله ها بر میدان هوایی کابل و ننگرهار را پذیرفته است و این حمله ها نگرانی های از آغاز فعالیت های دوباره داعش را در افغانستان برانگیختند. در نقطه از بین برده نشه امکان داره که بازی از هر طرف یک گروه ظهور کنه، بالاخره یک روز در جلال آباد شد، دیگر روز مثلا در تخار میشه، دیگر روز مزار میشه، دیگر روز قندار میشه، بالاخره یک گپ دامنگیر تمام افغانستان خواهد شد. اما ذبیح الله مجاهد به حمله های اخیر داعشیان اشاره میکند و میگوید که در از میان برداشتن این گروه جدیستند و این آخرین حمله های داعش در افغانستان خواهند بود. اسلامی امارت د دغه پیښو د مخنیوي لپاره ډیر جدي ده، تاسو به انشاءالله د دې شاهدان اوسئ چې دوی به دا وروستي بریدونه بیا به برید نسی کولی. او د داعش پدیده موږ مخکې یادونه دلته کړې وه، په افغانستان کې هغه داعش په سوریه او په عراق کې موجود، هغه دلته نسته، بلکه یو تعداد خلق د سکرې سیسمو خپل افغانان وی دایشی فکر خپل کړي، دایشی ذهنیت خپل کړي، صدا د افغانستان په خلکو کې مقبولیت نه لري، ملاتړ نه لري. این گفته ها در حال ابراز می شوند که پیش از این وزیر دفاع امریکا به کنگره این کشور گفته است که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، شبکه القاعده تا دو سال دوباره منظم و در برابر امریکا یک تهدید خواهد بود. طالبان گفتند که پس از سقوط حکومت پیشین بیشتر از ساز و برگ های نظامی به بیرون از افغانستان انتقال یافتند. یک عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید بخش از این ساز و برگ های نظامی از ایران برگردانده شدند. در همین حال برخی از نظامیان پیشین میگویند ساز و برگ های قوای مسلح حکومت پیشین جز سرمایه های مردم افغانستان است و نباید اجازه داده شود تا افغانستان بار دیگر از داشتن ساز و برگ های نظامی محروم شود. تصویر چرخبال های است که پس از سقوط حکومت پیشین به ازبکستان منتقل شدند. در تصویرهای دیگری که از سوی کاربران شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، نیز ادعا شده که شماری از موترهای قوای مسلح حکومت پیشین در ایران دیده شدند. این عضو مجلس نمایندگان می گوید که پس از سقوط حکومت پیشین، ده ها چرخبال و صدها موتر حاموی نیروهای مسلح به بیرون از افغانستان منتقل شدند. وزارت داخلی، وزارت دفاع و یا ریاست عمومی امنیت ملی کوم وسایل او وسایل تجهیزات د ملی سرمایه ده په هر قیمت باندې چی باید امارت اسلامی د ګوندی یوادونه څخه بیرته ترلاسه کی. موږ یو ډیر فقیر یوادیو، دومره اقتصادي توانایی نه لرو چې بیا د تیاری رانیسو. اید بره دویم است و اسمحلال قوت های داخلی مان که چه قوت هوایی است و چه زمینی است، این برسیم است که در حالت اسمحلال قرار بگیره و این با توان است و سخت ما بگه پریشان است. بر بنیاد آمارها بیش از 160 هواپیمای جنگی و نظامی و 22,174 حاموی زرهی در افغانستان وجود داشت، اما اکنون روشن نیست که چه شمار این ساز و برگ های نظامی و بیرون از افغانستان منتقل شده و چه تعداد آن هنوز در افغانستان است. دولت ها میره و میه، ولی تجهیزاتش بجا می باشه. بنان این یک سرمایه دولت است، سرمایه افغانستان است، ملت افغانستان است، بنان این باید دوباره به افغانستان برگزش. بعضی وسایل و اصلی کوچاک تیریگی پاکستان مثال ایران دست ملکون تیریگی ده باید کلک مخنیوای وشی. یک عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز تایید میکند که پس از سقوط حکومت پیشین بیشتر هواپیماهای نظامی و جنگی قوای مسلح به بیرون از افغانستان منتقل شدند. که مطالبه شده که این سرمایه ملت ماست، که تانک است، تیاره است یا اسلحه است، سرمایه ملت افغانستان است، باید ملت افغانستان از این مستفید شود
برگشتانده شود. یک چیزی از ایران خوب برگشتانده شد. شهروندان کشور میگن تجهیزات نظامی و تیاره هایی که به بیرون از کشور منتقل شدند سرمایه ملی مردم افغانستان هستند و باید هر چیز زودتر به کشور برگردانده شوند. شیرشاه رسولی، طلوع نیوز، کابل. شمار از رانندگان و مسافران شاهرهای کابل کندهار گفتند که در هفته های پسین امنیت شاهراها بیشتر تامین شده است. آنان میگویند که بیشتر شاهراها که در اثر جنگ ها بسته شده بودند اکنون دوباره باز شدند. شاهرهای کابل کندهار یکی از شاهراهای بزرگ کشور به شمار می رود. مسافران در این شاهراها میگویند که بازارها و دکانها در این شاهراها بیشتر فعال شدند. اینجا روستای سالار در ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک است. این روستا در امتداد شاهراه کابل کندهار موقع دارد. روستای سالار در سالهای پسین به یکی از روستاهای ناامن مبدل شده بود و گذشتن از این روستا کار آسان نبود. اما این روستا در هفته های اخیر به یک روستای امن مبدل شده است. مخکل تا جنگونه و تاکتوک و پسته و بس خو انشالله امن ده هر څوک کولی شي راحت دلته راشي و درېږي دا مکا. زه په خپله ډرایور یم، په دغه لاین باندې چلیدم، مخکې هم چلیدم، اوس پیل حاله موږ دلته ښه دامه جوړولی شو، درېدلی شو. و پورې دا پوستې تللي دو جای نه موږ دا رارم شوي سي اوس موږ پوه شو سي ژوند شته. با امن شدن این شاهراه دیده می شود که رستورانت های جدید ساخته شدند. شمار از مالکان این رستورانت ها می گویند که در هفته های پسین رفت آمد مسافران از این شاهراه نیز بیشتر شده است. چو چې د نظام مسته شوی دی، موږ غلی دلته هم کاروبار د سره شروع کړی دی او د خپل کار نه الحمدلله موږ خوشحاله یو. بس دغه هوټل ته هم یو دوه درې لکه روپۍ موږ سرمایه پکې کړې وې او دا کار انشاءالله نموږ ورځ بلې ورځې پرې کېږي. په یوه میاشت کېږي دلته جنګونه، هر څه کاروبار شروع دی، جنګ منګ نشته، د وینې کراري ده، آرام آرامي ده، چی نشته، خلکو ټول کاروبار شروع کړی دی. شهروندانی که همواره در این شاهراه در رفت آمد بودند میگویند که پس از سالها برای نخستین بار به هیچ حراسی از راه زمین به ولایت‌های گوناگون میتوانند بروند. ادامه خبر ده پس از وقفه کوتاه. یک نامه رسمی وزارت امور خارجه حکومت سرپرست که به نشست اخیر سازمان ملل در ژنو فرستاده شده به تازگی بر رسانه‌های اجتماعی درز کرده. در این نامه 15 مورد پیشنهادهای حکومت کنونی برای جذب کمک‌های جهانی و نگرانی‌ها از اوضاع کنونی با جهانیان شریک شده. در این پیشنهادها آمده که ادامه اوضاع کنونی در کشور و توقف کمک‌های جهان در کنار افزایش بیکاری زمینه‌ها را برای مهاجرت‌های بیشتر فراهم خواهند ساخت. نامه رسمی وزارت امور خارجه که چند روز پیش عنوانی نشست جذب کمک های بشری ژنو به سازمان ملل فرستاده شده است. در این نامه حکومت کنونی از جهان خواسته است که تداوم کمک های جهان برای پروژه های تعلیم و تربیه، بهداشت و ایجاد جای کار در کشور بسیار مهم هستند و اگر این برنامه ها از سر گرفته نشوند میزان بیکاری و مهاجرت افغانان از کشور بیشتر خواهد شد. جامعه جهانی به خاطر جلوگیری از فاجعه و بحران انسانی کمک‌های خود ادامه بده و تمام دارایی‌های افغانستان آزاد شود و از طریق سکتور خصوصی بخش‌های اقتصادی کشور این وضعیت بحرانی را در آینده ها بتونه کاهش بده. در این نامه وزارت امور خارجه از جهان خواسته است که به کمک‌هایشان همانند حکومت اشرف غنی ادامه دهند تا حکومت کنونی بتواند حقوق کارمندان دولت و بدهی های صدها شرکتی را که پیش از این در پروژه های بانک توسعه آسیایی و بانک جهانی کار کردند بپردازند. شماره از مسئولان اتحادیه شرکت های ساختمانی میپذیرند که میلیاردها افغانی از درک صدها پروژه توسعه سالهای گذشته را دریافت نکردند و اگر این پول برایشان داده نشوند بسیاری از شرکت های ساختمانی در کشور ورشکست خواهند شد. تیر نظام که در شرکتونو این وایسونه تقریبا آخری ستیج تا رسیدلی و تا چکونه پرنشی و در تغییر داغی ناغا پیسو دویتا انتقال نشوه. خو در وقت که چه کم سرمگذاری کم مصارف شرکتونه کری اگوی نو نهایت صفر حالا تا رسیدلی محره تا رسیدلی. این اطاف فضیه در جانبه نباشه. بحران کنونی اقتصادی افغانستان میتونه که به یک مسئله بسیار زننده هم در بخش اقتصادی و هم در بخش اجتماعی باعث شود که میتونه که دولت کنونی افغانستان هم به مشکل مواجه بسازه.
با سقوط حکومت پیشین جهان از ادامه کمک های میلیارد ها دلار در سال به افغانستان منصرف شد و گذشته از آن امریکا از منجمد ساختن بیش از 9.5 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان در جهان خبر داد که با این کار تمام داد و ستود رسمی پول با جهان قطع شد. از سوی هم با توقف سیستم پرداخت های بانک ها با جهان بهای کالاها تا 40% افزایش یافته است و اکنون هم روشن نیست که چه زمان روابط بازرگانی، بانکی و اقتصادی با جهان از سر گرفته خواهند شد. شمار از دانش آموزان دختر با نگرانی از آینده ناروشنشان می خواهند که هر چه زودتر مکتب ها برای دانش آموزان دختر باز شوند. با این حال برخی از آموزگاران که از دو ماه می شود تنخواه دریافت نکردند می گویند که یگانه نانآور خانواده هایشان هستند. با این همه معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید کار روی یک راهکار برای دانش آموزان ادامه دارد و به زودی دانش آموزان دختر به مکتب ها خواهند رفت. مریم از صنف اول تا صنف 11 هم اول نمره عمومی بود. میگوید که دوست داشت در آینده یک پزشک موفق شود. یگانه آرزویی که زیاد دوست داشتم می بود که دکتر شوم و به مردم خود خدمت کنم، بتوانم تحصیل بالاتر و بالاتر ببرم. اما فعلا اکنون ما در خانه شیشتیم و از مکتب هنوز ما مکتب خلاص نکنیم. چطور بتوانم ما پنتون خود خلاص کنم، دکترای خود بگیرم، ماستری خود بگیرم؟ واقعا این ناامید کننده است. این دانش آموزان که صنف 12 مکتب هستند میگویند که باید هر چه زودتر مکتب ها برای دانش آموزان باز شوند. خودم شخصا میخواستم تحصیلات عالی ما ادامه بدم و میخواستم کامپیوتر ساینس بخونم، ولی حالا که مکتب شروع نشده و هنوز وقت مکتب نباشه ما فارغ نشیم، کنکور هم نیست، پس از دولت تقاضا را دارم که هر چه زودتر به تقاضای ما رسیدگی کنه. از مکتب که تا هنوز هیچ خبر نیست، مکتب پسرام آغاز شده، ما دخترها تا هنوز میگن آغاز میشن، ما یک هفته و بعد هفتهش دیگه هیچ چیز معلوم نیست. ما نگران آینده ما هستیم و آرزو داریم شروع شود. از سوی هم برخی از آموزگاران میگویند که بیش از دو ماه می شود که تنخواه نگرفتند. شخصا خودم شوهرم هم معلم است، خودم هم معلم هستم و همی بی سرنوشتی ما را تهدید میکنه. از دانش آموزای ما، خود ما، در کل در جامعه ما بی سرنوشتی حاکم است. فعلا معین وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که آنان روی راهکار کار میکنند که بر بنیاد آن تمامی دانش آموزان دختر می توانند دوباره به مکتب ها بروند. کمی نیاز به وقت هست، چون ما قبلا هم یادآور شدیم که لوایح طرز العمل ها برای کار آنها، برای خدمات آنها و به تعلیم آنها نیاز است، چون نظام تغییر کرد، نظام اسلامی آمد، مسائل شرعی در مورد مطرح است. بنابراین تمام راهکارهایی که خانم‌ها به کار میرن و به تعلیم میرن، مسئولیت خانم‌ها را باید تضمین کنند، بعد آنها آغاز به کار کنند. بر بنیاد گزارش ها پیش از این بیش از 9 میلیون دانش آموز دختر و پسر در سراسر کشور سرگرم آموزش بودند که از این میان 60% آنان را دانش آموزان دختر تشکیل می داد. وقفه. وزارت صحت عامه از نبود بودجه کافی برای درمان معتادان در کشور ابراز نگرانی میکند. ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر این وزارت میگوید هم اکنون دارو و مواد غذای کافی در مرکزهای درمان معتادان وجود ندارد و شمار از کارمندانشان از چند ماه تا کنون تنخواه نگرفتند. این مسئولان میگویند که هم اکنون نزدیک به 4 میلیون معتاد در کشور وجود دارد و اگر فعالیت مرکزهای درمانیشان متوقف شود این شمار افزایش خواهد یافت. این دو تن از کسانی هستند که یکی برای 25 سال و دیگری 3 سال از مواد مخدر کار گرفتند. آنان هکنون پس از سپری کردن نزدیک به یک ماه در شفاخانه معتادان در کابل بر رضاکاران در اینجا مبدل شدند. من مدتی 25 سال که عمل دارم. در مدت 25 سال 15 بار ترک کردیم. دینیم پیرا که ما اینجا آمدیم 40 روز میشه که ترک کردیم در شفاخانه. هر روز که هست اینجا دکترها میان ویزیت میکنن. صبح که دوام میدن، شب که دوام میدن، روانشناس داره، کدام بخش عاجل داره، اگر مریض کنم حالت تشنج برایش داشته باشه، مشکلات دیگه اگر داشته باشه، هر لحظه دکترها میه بالا سر مریض هست، مداوام میکنه مریض. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه 90 شفاخانه برای درمان معتادان در کشور فعالیت دارد. اما حکنون به گفته مسئولان ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر این وزارت به علت نبود بودجه کافی نگران ادامه فعالیت های این شفاخانه ها هستند. اکثریت شفاخانه ما
با قراردادی ها قرارداد میکردن و اونا تکمیل میکردن مواد حاشیه‌ای و مواد غذایی شان. فعلا در یک تعداد از ولایات تعداد مریضا به این حساب کم شده که قراردادی ها جرأت نمیکنن که بین اون مواد غذایی را برشان برسانند، در صورتی که بودجه از طرف وزارت مالیه با شفاخانه ما اختصاص داده شود، این روال دوباره پس همو روال عادی را به خود میگیره. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه نزدیک به 4 میلیون معتاد به مواد مخدر در سراسر کشور وجود دارد. اگر جلو قاچاق گرفته نشه یک بار اگر مواد مخدر در داخل شهر رسید، بعد با آسانی میتونن که معتادین را به دست بیارن و کنترلش از دست دولت خارج میشه. ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید که پیش از این بودجه سالانه این اداره بیشتر از 12 میلیون دلار بود که 1.5 میلیون آن از سوی یک نهاد آمریکایی پرداخت میشد. کنون این بودجه در اختیار این اداره نیست. همچنان وقفه. شمار از شهروندان کشور خواهان قطع روند گردآوری 10% مسئول بر خدمات مخابراتی هستند. جزئیات را در گزارش بدانید. در پی تحولات اخیر روشن نیست که سرنوشت نخستین کارهایی که برای نظارت از گردآوری 10% مسئول خدمات مخابراتی انجام شده بودند به کجا رسید؟ چگونگی گردآوری این درآمدها به ویژه در یک ماه پسین بیشتر با پرسش های روبرو شده است؟ لاس پسادا مالیات ولیده پر کریډیټ باندې یا د دې اړوند نور شانچې ده مسایل چې دي او مالی چې دي دا به ټولې ورسېسي دا زموږ د افغان په صفت باندې د طالبانو د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې دا باید په شفافه توګه ورسېسي چې واقعا هم دا د یو میاشت چیرې ولاړه او په دا نور تیرو وختو کې چیرې تله دا باید ولس ته روښانه سي ځکه چې دا د ولس غوښتنه ده. شمار از شهروندان کشور میگویند که به علت بدتر شدن وضع اقتصادی و ناروشن بودن چگونگی گردآوری این درآمدها 10% مسئول بر خدمات مخابراتی باید برداشته شود. در این شرایط فعلی هم اونمت جریان داره که سابق مالیه میگرفت کارتمند داختی 50 روپه میشد او 45 روپه میشد 5 روپه مالیه میشد و حال هم به مو رقم جریان داره. حال از بیپیسگی است دیگه کاربار نیست. مالیه را که میگرن خود حکومت اشرفغنی این مالیه را جمع میکردن حال نباید جمع کنن چرا که حکومت تغییر کرد دیگه اینترنت هم قیمت شده. در حکومت پیشین پروژه برزش بیش از 10 میلیون دلار برای فراهمسازی زمینه ها برای نظارت از 10% محصول بر خدمات مخابراتی و درآمدهای شرکت های مخابراتی راه اندازی شد. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر ده. تا درود بدرود.